بیننده های عزیز، باز هم به برنامه انتخابات 89 خوش آمدید. آقای فاطمی، نظر شما درباره احزاب و موجودیت احزاب در پارلمان آینده چیست؟ تا چه اندازه میتونه احزاب نقش موثر داشته باشه در پارلمان؟ بسیار زیاد تشکر از سوال شما. در دیر یو خو او اساسی سوال ده دموکراسی که پارلمان د خلکو استازی توب کی او پارلمان په گوندونو باندې مخکزي سرنګ چې د مخکنی پارلمان نمونته او تجربه لا سره اغلا د کچ د کم حرج مرج او ګډوډي و دا د عدم موجودیت د رهبرۍ نه و. حزب اقتدار او حزب اختلاف مو معلوم نه و. افراد و سازش کو اجرایه به یرغمال کوله خپل رایو پاساس باندې زه داسې ډیر وقتونه خبر لرم چې یو تند یو ولایت پارلمانی نماینده رئیس جمهور ته تلی دی ویلي که دا کار داسې ونه کړي نو زه به داسې کوم. هم مجبور شوی دی چې په یو وخت کې فوق العاده 56 امرونه یې ورته ورکړي دي، هغه نفر یې خوشحال کړی. که چیرته په پارلمان کې ګوندونه وجود ولري، په حزب اقتدار او حزب اختلاف، دا دوه اصله د پارلمان دي او د دې د یو وزو کې د بل وزو سره دا کې د فلور کراسینګ ورته وی چې کله یو د غینه بل شما طرفدار یک نظام پارلمانی هسته. زه د یو پارلمانی نظام طرفدارم چې قوي احزاب او زه تاسو دا اطمینان در کوم ان شاء الله آینده پارلمان به مطلقا حزبی شکل لري، د کې به حزب اختلاف او حزب اقتدار به معلوم وي، د باندې کار روان دی. فاطمی، امی احزاب مقتدر و احزاب که در پارلمان حاکمیت دارن و فعلا نیستن و احزاب که در رده های پایین هستن، این در یک نظام ریاست جمهوری نه، در یک نظام پارلمانی است که در او صدر اعظم وجود داره. شما هدفتان همین است؟ با آمدن احزاب در پارلمان سیستم اتو نیست که از ریاستی به پارلمانی میره و از پارلمانی به ریاستی میره. این دو نظام های مختلف است. ما در مورد شما سوال دور دادین، من مجبور تشریح بتم چرا که خودش کوتاه‌تر وقت ما کوتاه است. سیستم در دنیا می دو سیستم است، یکی ریاستی است یکی پارلمانی است. ریاستی امریکا، فرانسه، مصر نمونه های سیستم ریاستی است و در پارلمانی پاکستان، هند و انگلستان سیستم پارلمانی است. با وجودی که فرضاً انگلستان مونارکی یک شاهی و سلطنتی است، اما پارلمان نماینده مستقیم مردم است، شاهی مشروطه است و نمایندگی از ملت خود میکنه و صدر اعظم مقتدر است. در هند صدر اعظم مقتدر است. شما رئیس جمهور هند فعلا خانم است نمیشناسین، اما صدر اعظم شما منموهن سینگ حقیقی میشناسین. شما رئیس جمهور مصر میشناسین موسی حسنی مبارکه، اما شما صدر اعظم فعلی را که مسئول اجرایوی حکومت مصر است نمیشناسین. شما رئیس جمهور فرانسه را میشناسین. آقای فاطمی، شما کدام سیستم را ترجیح میدین برای افغانستان؟ ما افغانستان ببینین، فعلا نظام افغانستان که از در یمی چوکاتی که من شش نظام به یاد کردم، افغانستان نظامش در یک چوکات هم برابر نیست. نه ریاستی مطلق است و نه پارلمانی مطلق است. در پارلمانی ما شما صدر اعظم نداریم و در ریاستی ریاست ما حاکم مطلق بر پارلمان نیست، چرا که احزاب وجود نداره. در این صورت ما باشیم پس میمی ما اگر میخواهیم که پارلمان قوی بسازیم باید احزاب باشه. احزاب ضرور نیست که مربوط ریاست باشه. اگر ما سیستم پارلمانی هند و پاکستان و انگلستان میخواهیم، باید پارلمان ما قوی باشه، احزاب در اونجا باشه، حزب اختلاف هیچ وقت در قدرت به چوکی نشینه، هم مزی حزب اختلاف آورداره و هم چوکی وزارت خارجه را بگیره و حزب اقتدار حکومت میکنه، در اونجا ساخت و باف نمیشه، افراد خود فروخته نمیتونه، به نام یک کمیته میباشه، به نام وب میگنوره، او کمیته نظارت میکنه، هر فردی که خلاف از قانون میکنه او برطرف میشه، هر طرف نفری که از یک طرف پارلمان به طرف دیگه میره او را فلور کراسینگ میگن که او در او صورت بر از او مجازات است، چوکی از او حذف میشه و بیوز نفر. تشکر آقای فاطمی. خانم شریف، از نقش احزاب صحبت شد، شما چی فکر میکنین که در افغانستان چگونه یک نظام میتونه نظام موفق باشه؟ نظام پارلمانی که در اونجا صدر اعظم وجود داره، نخست وزیر است و جواب دهیز به مردم، یا یک نظام ریاستی که فعلا در افغانستان وجود داره و آقای حامد کرزی در رأس قواست؟ فکر میکنم یک نظام پارلمانی. نقش احزاب شما چگونه میبینید در پارلمان؟ من فکر میکنم نقش احزاب فعلا در پارلمان زیاد ضعیف است، به خاطر که اینجا عذاب هستن. مگم اطور که ما شما شاید باید هستیم اطور عذاب نیست، به خاطر از اینکه ما میخواییم که اونجا واقعا ما عذاب قوی داشته باشیم، که اونا یک پارلمان قوی داشته باشیم. آیا شما با این موافق هستین که ما کدام حزب قوی فعلا در افغانستان نداریم که حضور داریم در پارلمان داشته داریم باشه. اما فکر کنم از هم پاشیده ما داریم، عذاب چرا نداریم؟ اما امروز ببینین شما وای قدر از هم پاشیدن که تا اونا جمع میشن
از یک حزب اسلامی چندین ببینن چندین حزب، وقتی که ما از حزب اسلامی که عبارت از گلبدین حکمتیار است وقتی که با اونا صحبت میکنیم یکیش میگه که من از حزب گلبدین آل بر آمده. ولی کو بسیار از احزاب صحبت میکنین که سابق تنظیم ها بودن؟ بله بله تنظیم ها مسلح بودن. بله بله. من احزاب واقعا سیاسی که فعلا مسلح نباشه صحبت میکنم، من فکر میکنم وجود نداره. وجود نداره. بله وجود نداره. تشکر خانم شریف. آقای قریشی، نظر شما درباره احزاب چی است؟ شما طرفدار یک پارلمان هستین که در او احزاب حضور وسیع داشته باشن؟ او گوری پا کچیری پا افغانستان که چلور یا پینزه قوی سیاسی احزاب جوړ نشی، زمان ولسونه هیڅ کله د خپل حقوقونه برخوردار کېدل نه شي، هیڅ کله نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. نو د دې لپاره دغه نن چې کوم احزاب دي، مثلا د سلو نه زیات دي، یا مثلا تیر راغه کې د څلور سو نه زیاتو، نو په دې کې موږ دغه زمان ولسونه نشي کولای چې خپل د حقوقونه برخوردار شي. ګوره خورده ځ نظام د ریاستي کې ځ د ریاستي نظام پلوي کوم، ځکه چې په ریاستي نظام کې د افغانستان ټول وګړي چې دي هغه بهرني خلک نشي اخیستلی، لیکن په پارلماني نظام کې چې دا هغه څه خلک هغه کولی شي چې هغه د پیسو په مقابل کې چې دا هغه وپلورل شي. نو د دې دپاره زه د ریاستي نظام چې دا پلوي کوم، خو په افغانستان کې د قوي سیاسي تنظیمونو چې دا غوښتونکی یم چې داسې یو ملي نظام اسلامي او ملي نظامونه راشي چې هغه د افغانستان د ولس دپاره د افغانستان د ملي ګټو دپاره کار وکړي. نو د دې غوښتونکی یم ځکه چې هلته حزب اختلاف او چې کوم د اقتدار خاوندان تر څو چې هغه نیمګړتیاوې چې د اقتدار باندې څوک پاتې دي هغې چې کومې نیمګړتیاوې لري هغه ورته په ګوته کړي او د هغې د حل لپاره چې له نظر آقای فاطمی موافق هستین؟ او تشکر. ریاستی نظام ما ویل کنه. تشکر سپاس. خب حالا اگر حضار محترم سوالای داشته باشن و یکی از نامزدها را مشخصا نقد بکنین، شورایشان و خواستهاشان، از هر نامزد یک نقد فرمایید. دما سوال خغلی فاطمی صاحب څخه ده. ما په تاسو په د لفلټ یا بوک کې ما ویل چې تاسو په یو خوا کې نشته کړی چې نشنلټی افغان او تاسو هم چنان بریټیش سیټیزنشپ هم لري، او په پښتو کې هلته نه دي ذکر شوي چې تنه لیکلی دي چې افغان، یعنی هغه دې نه دي لیکلي چې زه هم بریټیش سیټیزنشپ هم لرم. آیا دا د دې وجه نه شي کېدی یا په دې کې کوم راز نشته؟ که په راز نشته پکې ول ذکر شوی نه ده. او بل دا خبره کوم چې مخکې هم داسې بعضې خلکې وه چې هغوی دوه تابعیتونه درلودل، حتی چې وزیران هم ول، او بعضې هغه وکړې درغلۍ وشوې چې هغوی تښتېدلي د ملک نه او اوس هم په بهرنۍ ملکو کې دي، هغوی امتحان ورکړی. هله که چېرته داسې کومه سختي خدای نه کرده راشي په افغانستان ملت باندې، آیا تاسو به همدلته اوسېږئ او که نه افغان ملت به همداسې پرېږدئ او بیرته به انګلستان ته سفر وکوئ؟ تشکر. بفرمایین، مشخص سوال مطرح بکنین. ما یو سوال د ډاکټر صاحب خوشحال نه دی او یو بندي جاز صاحب نه وکړو آخر کې. ډاکټر صاحب، تاسو خپل کې شعار کې لیکلی دی چې سولې لپاره موږ پروګرام کوو، ملي پخلاینې لپاره، دې لپاره کوم ستراتیژي یا پلان لري؟ که لري په کوم شکل به تطبیقوي؟ او نجات صاحب، مخکې د قرنطین خبره وکړه چې بعضې صندوقونه قرنطین شو یا زه پاتې شوم، که خدای وکړه دا ځل تا سره داسې عوامل کېږي نو په کومو لارو چارو به د هغې حل لارې چارې لټوي؟ تشکر. دغه سوال فرمای. دما سوال هم د خغلی نجا صاحب نه ده، او سوال مې داسې ده چې د پارلماني نظام کې دا هغه وکړو چې یو قوي حزبونه باید وجود ولري تر څو یو ښه قوي پارلمان موږ ولرو. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک د دې حزبو د نوم سره ډېر حزبو د نوم نه اوس ډېر بده مني، او د همدغه حزبو د له امله دا درې لسیزې کېږي چې د افغانستان خلک په وینو کې لمبېږي او لا تر اوسه ادامه لري، او خدای خبر چې تر کومه به دا دوام ولري. نو زه د خغلی نجا صاحب نه دا پوښتنه کوم چې دوی څنګه کولای شي چې د افغانستان د خلکو د مفکوره، دا بد مفکوره چې یعنی د حزبونه لري، دا بده خاطره لري چې دا بدله کړي، او دا حزبونه چې سیاسي حزبونه وي، یعنی چې هغه جګړیز نه وي او هغه غیر مسلح حزبونه وي، دا هغو څخه ملاتړ وکړي. تشکر. از خانم شریف که سوال ندارن بفرمایین. سوال ما از بانو شریف است. قبلا بانو شریف ذکر کردن که بانوهایی که در پارلمان گذشته بودن نتوانستن که رول موفق داشته باشن، آیا چی فکر میکنین بانوهایی که فعلا خود کاندید کردن در پارلمان آینده و در قانون گذاری آینده موفق خواهد بود؟ تشکر. ما دیگه بعد از سوال نمیگیریم. از دار محترم بینیده های عزیز، این برنامه بعد از یک وقفه ادامه دارد.